یا یه دین از سیاست شما باید رو سریعت برداری و حرف مسعود باشه، شرایطی رو مسعود گذاشته، همه رو شاهزاده رضا پهلوی پذیرفت، حتی سه گفت من سلطنت هم نمیخوام، گفت همه رو پذیرفته، شما نبایستی پشت گوش بندازی. و من از اشرف که الان مسئولیت بالایی داریش، تو اشرف جان الان مسئولیت داری دخترم، تو الان مسئول شدی، مادرت هم اگر نظر میده تو به عنوان چون ارتش مجاهدین سازمان تو ریش، خانم مریخی هم من فکر نمیکنم بخواد حرف مسعود نکنه. این اتحاد اگر صورت نگیریم به شما ملت ایران بگم، چون ملت ایران هم بعضی که ملت ایران که نه اینا تبلیغ کردن توی سالی که آقا مجاهدین از اینا بدتر، مجاهدین چیکار کردن، مجاهدین جواب هر چیزی هست سر جا خودش، من مجاهد نیستم، من خودم میگم اسم مجاهد باید بردارن، به رئیس جمهور فرانسه گفتم مجاهد رو دیگه اصلا به کار نمیبره، همه هم گفته اسم مجاهد به کار نبرید، بگید تروریست اسلامی، حتی رئیس جمهور فرانسه و دیگر میگن تروریست اسلامی، دیگه نمیگن مجاهدی، اصلا واجه مجاهد واجه منفوریه در جهان. و بعد این من قاطع میگم بچه ها، اشرف به تو میگم چون جوان هستی، به بچه جوان میگم، گلوبالیست ها حتی چه گلوبالیست شرق باشه چه غرب چه باشه، چون من هم با لبه داشتن بودم قبل اینکه کشته بشه میخواد جای پوتین بشینه، گلوبالیست ها حالا چه جهان دو قطبی بشه چه یک قطبی بمونه، اینا به هیچ عنوان به اسلام اعتماد ندارن، هر جورش که میخواد باشه. الان عربستان سعودی رو اول تروریست دنیا میدونن و اولین بنیادگرای دنیا، ولی چون پولاش میخوان بگیرن صرف و کاراشون بکنن، پولا رو میخوان بگیرن، با عربستان سعودی الان هستن، بعضی از خواستاش هم عملی کردن و میکنن اینا، ولی اینا به اهداف دراز مدت خودشون میرسن، عربستان هم ترتیبش میدن، ایریادتون نره، ایران هم ترتیبش میدن و مجاهد نیستن. ولی تو وقتی که مسلمان نباشی، لایک هستی، ایرانی باش، عیب نداره، رئیس پارلمان میشی در نروژ، مسعود جان عزیز هم مسعود قراخانی وزیر میشی در سوئد، در آمریکا پستای بالا میگیرید، اینا مسلمان نیستن، از قبلم اینا اعلام کرده بودن جنسی پلوزیمان، من دیگر مسلمان نیستم، و سالها هم نشون داده بودن قدرت رو در دنیا بهشون میدن، در این بیمی ندارن، ترسی ندارن، اروپا رو داده بدن دست ایرانی. حالا شما بدونید بچه های بالای سازمان گول نخورید، بچه های بالای سازمان هر جوری مسلمان باشین منفورید، ازتون استفاده میکنن، مثل کردن دارن استفاده میکنن از همه، ولی میشین آلت دست که ازتون استفاده میکنن، وقتی تاموش استفاده شون ترتیبتون میدن میرید، مثل قاسم سلیمانی، مثل هاشمی رفسنجانی، شما نباید جو باشین، شما باید بیروسرگاری که برمیدارید از جا بلند چین یک رقص مستانه مثل مولوی بکنید، زایشش هست سپتام و وقتی که مستانه رقصیدید یا تحول بنیادین و دست در دست شاهزاده رضا پهلوی، چون به شما بگم من اگر از این فرج از این فرصت استفاده نشه، 13 جولای که من قبل اینها اعلام کردم که بایدن میخواد بیاد منطقه با اسرائیل و سعودی و ترکیه و منطقه بحث بکنه، تا اون موقع اگر این پروژه دولت موقت متحد دو جناح، اونا هم یادتون نره من حرف اونا دارم میذارم، اونا هم غیر از اتحادی دوتا به بقیه اصلا کاری ندارن، چون اینا از من و تو بهتر میدن که این بقیه همه اسباب بازی برای خودشونه، به اپوزیسیون نیست غیر از اینا، اول اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلویه که در داخل اینا همه میگن رضا شاه رویت شد، از نظر اقتدار تشکیلاتی و ثروت جهانی و لابی سازمانه شورای ملی مقاومت، یه چه باید ماد متحد بشن، حالا من موافقم و مخالفم سر جای خودش هست، اینکه من مخالف باشم ولی مردم هم میخوام، سرزمین هم میخوام، میخوام از این فقر و گرسنگی و بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنم، و شما دوباره اینو گوش کنید که سیاوش اوستا به شما میگه، همه جان بگید آه اینا از اینا بدتر، اینه نه، اگر اینها چهار روز مادره 124 هزار نفری که کشته شدن، پدرهاشون، بچه هاشون، بیان برای شما شرح بدن که اینها رو چجوری کشتن، شما رأی عوض میشه، افده که رضا پهلوی رأیش عوض شد، مسعود رجوی رأیش عوض شد، در طول تاریخ شهبانو عزیزم رأیش عوض شد، گفت من دیگه مسلمانی رو اونجور که میدیدم نمیبینم، همه رأیش عوض میشه، شما یک نوید افکاری عزیزم
این قهرمان رو زدن کشتن، خب تا الان دارین سر دست میشکنین، حالا اگه بیان براتون تعریف کنین که دختر 13 ساله رو کشتن، زن حامله رو اعدام کردن، تو اون 120 هزار نفر سال 60 تا 64 همه چیز تو فرق میکنه. از اون طرف من از مریم میخوام، این عجب روزگار، یه تولد به ما که امسال هست 22-23 روز قدر شده، اینا یک نشست جهانی دارن، همون نشست جهانی روز شهید ساکر همیشه جشن میگرن به تبعیت از سیاوش اوستا. اونجا عرض کنم خدمتتون که من دلم میخواد که این تحول رو اینا به وجود بیارن، این کشف حجاب بکنن، اسلام رو بذارن کنار، مجاهد بازی رو بذارن کنار و اعلام بکنن لایک دموکرات، همونطور که مسعود در لایحه‌ای که به تصویب رسونده و من اینجا نشون دادم، همونطور که الان تو بر همین پیام هفته پیشش که در پاسخ به من داده و این برنامه های اخیر من رو همه رو جواب شد داده، ازش سپاسگزارم و مطمئن شدم که زنده است، برای همین حال اگر نباشه جانشینانش دارم بر خط فکری رو عمل میکنن، چون من همیشه هر پیشنهادی که بهش داده مسعود پذیرفته، پرچم شیر و خورشید گذاشت، جدای دین از سیاست تصریف کرد، دو سه تا مامور جمهوری اسلامی اون موقع تو تشکیلات بودن، مامور جمهوری اسلامی یه زنش از ایران میومد اینجا جاسوسی میکرد، برداشت همین رو انداخت کنار. پرچم رو البته باید از مسلم فیلابی سپاسگزاری کرد، چون موقع آقای هزارخانی مرد، الان هزارخانی یکی از عوامل سانسور و کنترل اینا بود، اینا نمیدونستن هزارخانی از چیزا بود کلا دست رو گذاشته بود هر کار خوب مسعود خواست خود، آقا من مخالفم. مسعود اواخر که دیگه فهمیده بود که کارش خرابه، رو آقا تو مخالفت کنت بگو من کار مارو میکنیم، چیکارش کرد. حالا هزارخانی بنده خدا مرد دیگه، من خیلی سرگیر میکنم البته هم دیگه رو میبینه، هزارخانی دیگه نیست که بخواد بگه من به کار مخالفم، من به کار مخالفم، اون کار نکنید. برای همین امیدوارم که این تحول بزرگ در 23 ژوئیه که اینا نشست دارن به وجود بیاد و واقعا این شاهزاده رضا پهلوی به این خوش تیپی، به این خوش سخنی، به این خوش بیانی، به این تواضع هی داره میگه که آقا ما حاضریم که بیم راست بدیم. دو دسته افراد داریم، دسته اول افرادی هستند که جزی از مشکل هستند و همچنان مزاحم پیشرفت و سد راه یک اتحاد و همبستگی، دسته دوم تمام اونهایی هستند که میخواهند راهی حلی جزی از راه حل باشند و اکنون حاضر به همکاری با هم هستند صرف نظر از اینکه در گذشته با هم اختلاف نظر داشتند. من در پیمان نوین دست همکاری رو به تمام نیروهای سیاسی ایران که آزادی خواه و دموکراسی خواه هستند دراز کردم، حتی کسانی که با شخص من مخالف هستند. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم بر اساس یک اتحاد ملی به یک آینده مشترک که همه در زینف هستیم دلوقتي. آزادی ایران نزدیکه، شک نکنید، منم شک ندارم، بدونید که ایران آزاد میشه، بدونید که ایران رایک و خردگرام میشه و بدونید که ایران شهریاری میشه، چون برحال همه معتقدن میگن ما بریم رای به رای مردم، وقتی همه میخوام برن به رای مردم، رای مردم چیه؟ چیه رای مردم؟ الان اکثریت با شهریاریه. اکثریت داریم، خب هر تشکیلاتی دیگه اونجا تو انتخابات تو شرکت بکنه نه رای خودش میره. حالا مریم، مریم جان ما زنده داشتی دیگه، حالا چی نشد این ماشا هم که یک شوخی های میکنیم دیگه، من سمد آقا هم که دوست داری سمد آقا، سمد آقا مریم جان با خودش فکر میکنه میگه بابا ما الان رئیس جمهوریم، که ما الان هر جای دنیا میریم ما رو به عنوان رئیس جمهور مریم رجوی و امکانات و امپراتوری داریم تو ما حافظ و فران به جون چه نرم تهرون خواهی داشت ولی رئیس جمهور نخواهی بود. خب توی از این میترسه بنده خدا، میگه این امکانات که ما داریم اونجا نخواهیم داشت، اونجا میشیم یه حزب سیاسی بسیار فرانسه، حزب فرانسه. من اگه تو میشه پیش از انتخابات مجلس گفتم اینا اگر چپا همه با هم متحد بشن، هم فرانسه گفتم هم فارسی گفتم هم به خودشون گفتم، هم تو تمام صفحات میشم جوابم اونها به من دادن، گفتم اینا همه بیان با هم متحد بشن میبرن، اگه نشن میبازن. غیر ممکن در فرانسه ممکن شد. همین ژان‌لوک ملانشان، این کمونیست، حزب سوسیالیست، چپای فرعی مرعی، همه آمدن باش متحد شدن. حزب سوسیالیست فرانسه که سالها اینجا قدرت و فلان و اکثریت و فلان و اینا میتران و اینا خانمانی دارید و
با میناش متحد شد، حزب کمونیست باش اومد ما همینا بردن الان. آقا در اتحاد پیروز میشیم، در اتفاق پیروز میشیم، و بعد اونجا رأی مردم دیگه، اونجا یکی 10% میاره، یکی 40%، دیگه 55%، دیگه 30%، اونجا رأی مردم دیگه. همه توی که میگه رأی مریم جان دیگه خستی شدیدم 30 سال دیگه رئیس جمهوری. داستان نگرم همه شما مهربانی ها رو نمیفشارم و پیش از اینکه خداحافظی بکنم میخوام از برادر عزیز و نازنینم مهندس امیر شجری سپاسگزاری بکنم بخاطر این تلاش های خردمندانش. با بوسومه در پناه اهورامزدا شاد و خوش و پیروز باشید. بدرود و خدا نگهدار. اشرف روز حساب میکنم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. C'était historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste, et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche.